اینکه شیعه از کجا به وجود اومده آیا از صدر اسلام وجود داشته یا از زمان صفویه به وجود اومده و چرا جهان و دنیا کلا مسلمان ها رو به عنوان سنی میشناسه یعنی اصلا شیعه به اون شکل برای دنیا شناخته شده نیست تمام اینها سالاتی هستش برای ما که به هر حال در ایران بودیم ایران به دنیا اومدیم و همیشه هم دین یک نقش بسیار کلیدی داشته در تاریخ ایران و همینطور همین الان داره جالب هستش که شاید برای شما هم که پاسخ اونها رو بدونین درود دوستان و همراهان عزیز و با سپاس از اینکه با لایک و کامنت هاتون کانال قلم رو حمایت میکنین. مذهب شیعه و فرقه های اون در مقابله با مکاتب اهل سنت خیلی کمتر مورد مطالعه اسلام شناسای غربی قرار گرفتن علت اصلیش هم اینه که شیعیان خیلی در اقلیتن در نسبت به اهل سنت و بیشتر اروپاییان هم مثلا با اهل سنت آشنا هستن و ارتباط دارن و اصلا چیزی در مورد در واقع شیعه نمیدونن حتی تصورات نادرستی هم در موردش داشتن خیلی از اونها شیعه رو اصلا یک فرقه انحرافی در اسلام میدونستن و بعضی از اونا هم حتی در واقع شیعه رو اسلام ایرانی میدونستن اما از 150 سال پیش مطالعات اسلام شناسی تغییراتی کرد که در این مدت توجه خیلی از مورخان به مذهب شیعه و فرقه های اون جلب شد و مورخ های غربی در 150 سال اخیر مذهب شیعه رو با توجه به متون و آثار شیعه مورد بررسی قرار دادن و سرانجام به این نتیجه رسیدن که شیعه نه یک فرقه انحرافی در اسلام بلکه یکی از از دو شاخه اصلی این دین هستش و همچنین این مذهب رو نباید نوعی اسلام ایرانی دونست همینطور این نظر افراطی که مذهب شیعه رو صفویان برای مقابله با عثمانیان اختراع کردن یه جورایی نادرست هستش برای تعیین قدمت تشیع باید اول ببینیم که اصلا کلمه شیعه خودش چه معنی داره شیعه یک واژه عربی هست به معنی پیرو و دنبال رو اینا خودشون رو دنبال رو و پیرو به حضرت علی و نوادگان اون میدونستن ظاهرا از همون صدر اسلام چنین افرادی وجود داشتن بررسی کهنترین متون تاریخی نشون میده که از همون صدر اسلام عده اندکی از مسلمانها وجود داشتن که امام علی رو جانشین به حق و مستقیم پیامبر میدونستن و از نظر این عده که اول به شیعه علی و بعد شیعه معروف شدن ابوبکر عمر عثمان خلافت رو به ناحق از امام علی گرفتن و از همون صدر اسلام افراد شیعه رو ما داشتیم اما مذهب شیعه به مرور به وجود اومد که بعد از واقعی در واقع کربلا و کشته شدن فجیع امام حسین و خیلی از خیشابندانش به دست اومویان بیشتر رهبرای شیعه دست از مبارزات مسلحانه هم برداشتن و سیاست میان روی رو پیش گرفتن تا در صلح و آرامش بتونن به در واقع تکامل اصول مذهب شیعه بپردازن امام جعفر صادق کسی بود که بیشترین سهم رو در این زمینه داشت و به خاطر همینم خیلی از شیعیان اون رو بانی واقعی مذهب شیعه میدونن نه فقط شیعه بلکه بسیاری از ادیان و مذاهب دیگه در طی سالها به مرور تکامل یافتن و نخستین شیعیان تفاوت‌های اندکی با دیگر Al mundo de به مرور با تکامل اصول و فقه شیعه و اهل سنت اختلاف بین شیعه و سنی زیاد شد هیچ کس نمیتونه یه تاریخ مشخص رو برای تولد هر کدوم از این مذاهب تعیین کنه بنابراین ما تنها میتونیم سیر تحول و تکامل اونها رو در طول تاریخ رسد کنیم و اگر دارین این ویدیو رو نگاه میکنین حتما علاقه من هستین که بدونی که چطور شد که این همه ما امامزاده و سی سید در ایران داریم در حالی که در واقع در کشورهای عربی دیگه ما اینقدر سید و امامزاده نداریم و چطوری اسلام به ایران در واقع تونست راه پیدا کنه امام زمان ایرانی کی هستش و تمام این مباحث و موضوعات من ویدیوهای مجزا در کانال دارم که اگه علاقه من بودین میتونین ببینین و لینکش رو هم در همین جا میذارم